سلام فیلم میان ستاره یا اینترستلار به نظر من و خیلی دیگه یکی از علمی ترین و زیباترین فیلم های علمی تخیلی تاریخ سینما است. این فیلم انقدر علمی بود که کیپ ثورن که برنده نوبل فیزیک سال 2017 بود و در این فیلم نقش مشاور علمی رو ایفا می کرد از روی نتیجه تحقیقاتش برای طراحی سیاه چاله این فیلم سه تا مقاله علمی منتشر کرد حتی نمایش آینده محصولات کشاورزی و آفتهایی که در آینده ممکنه به جان مزار بیفته و باعث از بین رفتن اونها بشه با مطالعات دقیق روی کشاورزی ارگانیک انجام شده و فرایندی که توی فیلم تصویر کشیده شده یک آینده تخیلی نیست و چیزیه که از نظر علمی کاملا محتمله تمام تصاویر فضایی و سفینه‌ها هم با مشورت سازمان‌های فضایی و متخصصین این, این رشته طراحی شده تا کمترین انحراف از واقعیت رو داشته باشن ولی بیشترین چیزی که توی این فیلم جلب توجه می‌کنه سیاه‌چاله‌ایه که توی این فیلم به تصویر کشیده میشه و تعامل شخصیت‌ها و داستان این فیلم با این سیاهچاله است که محور اصلی داستان رو می‌سازه و در نهایت هم اوج داستان در داخل سیاهچاله اتفاق میافته تو این ویدیو میخوام در مورد گارگانچوا که اسم سیاه‌چاله ای که تو این فیلم به تصویر کشیده شده بود صحبت بکنم و توضیح بدم که چقدر اون چیزی که به تصویر کشیده شده بود با واقعیت علمی سازگاره به صورت جزئی به نکات علمی دیگه هم اشاره خواهم کرد ولی بیشتر تمرکزم روی بحث همین سیاهچاله است این ویدیو تا همین جاش هم اسپویلر داشت و تا آخرش هم پر اسپویلره بنابراین اگه خدایی نکرده زبونم لال این فیلم هنوز ندیدید حواستون باشه که داستان فیلم به طور کامل تو این ویدیو لو خواهد رفت یه راست میرم سراغ قسمت فضایی فیلم توی فیلم اینترستلار که از این به از همین واژه اینترستلار استفاده میکنم میان ستاره یه جوریه توی دهن نمیچرخه اون شخصیت‌های فیلم میان سوار یه سفینه میشن و برای پیدا کردن یه مکان مناسب برای زندگی بشریت طی دو سال به سمت زحل حرکت میکنن با توجه به حداقل فاصله زمین تا زحل و این مدت زمان سفر سرعت متوسطشون حدود 70000 کیلومتر بر ساعت بوده که تقریبا دو برابر سرعت هزار کیلومتر بر ساعتی سفینه‌های آپولو بود که انسان رو به ماه برد که با توجه به پیشرفت تکنولوژی توی زمان این فیلم معقول به نظر میرسه این سفینه به صورت یک چرخ دوار طراحی شده تا با چرخشش گرانش مصنوعی ایجاد کنه که از نظر تئوری کاملا درست و منطقیه ولی تا به حال به صورت عملی ساخته نشده در مورد ایجاد گرانش مصنوعی با چرخش سفینه بعدا مفصل یه ویدیو میسازم اولین جایی که توی این فیلم با یه موضوع به ظاهر تخیلی برخورد میکنیم وجود یک کرمچاله در نزدیکی زحله کرمچاله ها در حال حاضر اجسامی فرضی هن که از خم شدن فضا و زمان ایجاد میشن که توی خود فیلم به سادگی تموم نقششون در انتقال سفینه به یک کهکشان دیگر رو به تصویر میکشه خب این سعی میکنن نحوه کار کرمچاله رو نشون بده. مثلا میگن میخوای از اینجا بری به اینجا خیلی دوره درسته؟ ولی کرمچاله فضا رو مثل این خم میکنه برای همین میتونیم از یه بعد بالاتر میانبور بزنیم دقت کنید این تصاویری که از کرمچالا همه جا میبینیم تجسم دو بعدی فضای سه بعدی که در بعد سوم خم شده فضای سه ما باید در بعد چهارمی خم بشه که تصورش برای ما غیر ممکنه. پس مجبوریم به همین شکل به تصویر بکشیمش حالا اینکه اگه چنین چیزی وجود داشته باشه چه شکلی دیده میشه توی فیلم این موضوع رو به قشنگی و درستی به تصویر کشیده اینکه چرا این چاله به صورت کروی نمایش داده شده رو هم توی خود فیلم توضیح میده که یک سوراخ توی کاغذ که دو بودیه به شکل دایره است پس یک سوراخ توی فضای سبودی ما هم باید به شکل کره باشه اگه با شبیهسازی کامپیوتری نوری که از یک کرمچاله عبور میکنه و نوری که از اطرافش به ما میرسه رو رسم کنیم دقیقا به چنین تصویری میرسیم موقع عبور از این کرمچاله نولان کارگردان این فیلم یه ذره از تخیل خودش استفاده کرده بعد از عبور از این کرمچاله میرسیم به سیاهچاله که نفسگیرترین تصویریه که از یک سیاهچاله تا به اون روز ترسیم شده بود اینجا برای اینکه توضیح بدم چیزی که میبینیم دقیقا چیه یک مدل براتون درست کردم فرض کنیم این سیاهچاله باشه و اطراف سیاهچاله موادی توی یک صفحه به شکل دیسک در حال چرخش و فرو رفتن به داخل سیاهچاله هستند که بهش دیسک برافزایشی میگن چون نور توسط گرانش سیاهچاله خم میشه قسمتی از این دیسک که پشت سیاهچاله است نورش که داره بالا و پایین میره توسط سیاهچاله خم میشه و در نهایت هم از بالا و هم از پایین سیاهچاله به چشم ما میرسه که این باعث میشه که تصویر دیسک پشت سیاه‌چاله رو در بالا و پایین اون ببینیم پس این سیاهی وسط که بهش سایه سیاه‌چاله میگن محدوده ای که هیچ نوری ازش به ما نمیرسه و این نواحی روشن جلو نورش مستقیم داره ما میرسه و این نواحی بالا و پایین هم پشت سیاه هست که نورش خم شده و به ما رسیده برای به تصویر کشیدن این سیاه چاله اومدن معادلات نسبیت عام و نحوه خمیدگی فضا و زمان در اطراف سیاه چاله رو به یک نرم افزار شبیه‌ساز کامپیوتری دادن و بعد با روش رهگیری پرتو و مسیر تک تک پرتوهای نوری که از ستاره های و گازهای اطراف سیاه چاله ساطع میشه رو محاسبه کردند و تصویر نهایی را ساختن بعضی از فریم های این تصویر صد ساعت زمان برده تا پردازش شده در نهایت 800 ترابایت داده در شبیه نهایی تولید شده در مورد شدت و رنگ نور گازهای اطراف این سیاه نولان یه ذره از خودش خلاقیت به خرج داده و از واقعیت دور شده تا سیاه چلش جلوه قشنگتری داشته باشه اولا گازهای داخل این دیسک اونقدر با سرعت بالایی در حال چرخش هستن که خیلی خیلی داغ میشن و نوری که از خودشون ساطع میکنن باید در محدوده رنگ آبی باشه ولی نولان کمی دمای گاز رو پایین آورده تا رنگش جذابتر بشه و این کاهش دما این رو هم توجیه میکنه که چرا تشعشعات خیلی زیاد این دیسک سفینه رو نابود نکرده نکته بعدی اینه که قسمتی از این گازهایی که داره به سمت بیننده حرکت میکنه باید رنگ و شدت نورش با قسمتی که از ما داره دور میشه کمی فرق کنه به دلیل پدیده به اسم پدیده دوپلر نسبیتی قسمتی که به سمت ما میاد باید فرکانسش بالا بره و قسمتی که از ما دور میشه فرکانسش باید پایین بیاد پس در عمل رنگ نور و شدت روشنایی دو طرف باید فرق کنه یعنی در عمل بعد این شکلی می بود که کیپتون میگه نولان با این تصویر خیلی حال نمی کرد و تصمیم گرفت که این نکته علمی رو لحاظ نکنه تا جلوه سیاهچاله توی فیلم بهتر بشه یکی دیگه از ایراداتی که به ظاهر این سیاهچاله میشه گرفت اینه که توی اون فاصله ای که ادعا میشه این سرنشینان سفینه در اطراف اون سیاهچاله داشتن دورش میچرخیدن باید ابعاد سیاهچاله خیلی بزرگتر توی میدان دید اونها دیده بشه نسبت به اون چیزی که توی فیلم به تصویر کشیده شده خب حالا از ظاهر بگذریم بریم سراغ اون سیاره میلر که یه سیاره نزدیک سیاهچاله بود که به خاطر گرانش زیاد سیاهچاله دوتا اتفاق جالب روش میافتاد یکیش اتصاع زمان یعنی کند شدن زمان روی اون سیاره بود و یکیش هم نیروی و ومدی عظیمی بود که باعث ایجاد موجهای هزار کیلومتری روی سطح این سیاره میشد اون موج عظیمی که توی سیاره میلر توی این فیلم به تصویر کشیده شد در واقع جزر و مد آبی هستن که در اثر گرانش زیاد سیاهچاله روی این سیاره ایجاد شده بود در مورد دلیل ایجاد جزر و مد و نحوه شکگیری اون یک ویدیو مفصل ساختم که توصیه میکنم حتما رو ببینید در واقع اینجا همون جزر و مدی که روی زمین باعث میشه آب بین یک متر تا بعضی جاها تا ده متر بالا و پایین بره در طول یک شبانه روز یعنی در طول 24 ساعت توی این فیلم باعث شده بود که آب به اندازه هزار متر بالا بره البته این سیاره به دلیل نزدیکیش با اون سیاه چاله باید تو حالت قفل گرانشی باش باشه یعنی قاعدتا باید همیشه یک سمتش به سمت اون سیاه باشه همطور که داره دور سیاه‌چاله می‌چرخه و اگر مدی هم اتفاق میفته یعنی آب بالا میره اون برآمدگی قاعدتا باید ثابت باشه و نسبت به سیاره حرکت نکنه ولی کیپتون توی کتابش توضیح میده که این سیاراتی که تو حالت قفل گرانشی هستن میتونن یک حرکت نوسانی رفت و برگشتی داشته باشن یعنی میتونن یک چرخش جزئی حول یک نقطه‌ای داشته باشن که همین باعث میشه که اون موج نسبت به سیاره حرکت کنه پس در واقع این موجی که ما روی سطح این سیاره دیدیم همیشه به سمت سیاهچاله است و جهتش ثابته و این سیاره است که داره زیر اون موج حرکت نوسانی میکنه و باعث میشه به نظر بیاد که نسبت به اون ساکنین داخل سیاره این موج داره حرکت میکنه از اونجایی که بیشتر آب روی سطح این سیاره زیر اون حجم اون موج جمع شده بود برای همین عمق بقیه آبهایی روی سطح این سیاره خیلی کم بود و تا حد زانو بیشتر نمی رسید. موضوع جالب که روی سیاره اتفاق می افتاد بحث اتساع زمان بود که باعث شده بود زمانی که روی این سیاره می گذره کنتر از زمانی باشه که داخل سفینه که از سیاهچاله دور بود می گذره یا کنتر از زمانی باشه که روی زمین داره می گذره. هر یک ساعتی که توی این سیاره میگذشت معادل هفت سال زمینی بود که این عدد صفحا نمونه است. بسته به فاصله شما از یک سیاه این نسبت میتونه تغییر بکنه حالا این سیاره که تو این فیلم در نظر گرفتن نسبتش به این صورت بود که هر یک ساعت مدل هفت سال بود که میشه تقریبا نسبت یک به شست هزار یعنی زمان شست هزار بار برابر کنتر شده بود روی این سیاره نسبت به دورتر از این سیاه با توجه به این نسبت شست هزار برابر طبق محاسبات باید این سیاره خیلی به افق رویداد سیاه یعنی به اون مرز سیاهی سیاهچاله بعد نزدیکتر باشه که خب توی فیلم این به درستی به تصویر کشیده نشده بود از طرفی برای اینکه این محاسبات جور در بیاد سیاه چالن باید با سرعت خیلی خیلی زیادی دور خودش بچرخه یعنی تقریبا در حد اکثر سرعت ممکن یعنی سرعت نور باید به دور خودش بچرخه تا این سیاره بتونه تو این فاصله نزدیک یعنی تقریبا 6000 کیلومتری سطح افق رویداد اون سیاه‌چاله تو یک مدار پایدار دور این سیاه‌چاله بچرخه وگرنه اگه این سیاه‌چاله کنتر دور خودش میچرخید این سیاره به هیچ وجه تو این فاصله نمیتونست توی مدار پایدار قرار بگیره و از هم میشد پس در تئوری امکان وجود چنین ای با این نسبت شدن زمان هست ولی باید اونقدر به سیاهچاله نزدیک باشه که کل آسمون اون سیاره رو اون سیاهچاله باید پر میکرد اتفاقات روی این سیاره اونقدر جزئیات علمی دیگه ای داره که اینجا دیگه نمیرسم در موردش صحبت بکنم چون این ویدیو بیشتر در مورد سیاهچاله بود و شاید بعد از این یه ویدیو دیگه فقط در مورد این سیاره میلر ساختم حالا بریم سراغ بحث برانگیزترین بخش این فیلم یعنی بحث ورود به سیاهچاله اول توضیح بدن که چرا اصلا کوپر تصمیم گرفت که وارد سیاهچاله بشه پروفسور برند داشت روی یک تئوری کار میکرد که بتونه با با کشف ماهیت گرانش اون رو به کنترل بگیره و باهاش بتونه یک سفینه عظیم و جسته رو از زمین بلند کنه ایده این که این کار قابل انجامه رو از روی ناهنجاری های گرانشی گرفته بود که مدت ها بود داشتن ردیابی میکردن و پروفسور اعتقاد داشت که منشأی خارج از جهان ما داره طبق نظریه اون که یک نظریه واقعی توی فیزیکه جهان ما یک لایه از یک جهان با یک بعد بیشتره یعنی اگه جهان خودمون رو یک صفحه فرض کنیم یک بعد دیگه یعنی بعد چهارمی وجود داره که بالا و پایین صفحه رو تشکیل میده و هم میدانهای موجود تو این فضای چهار بعدی روی گرانش توی جهان ما تاثیر میذاره این نظریه رو روی نوشته‌های روی تخته پروفسور میشه دید که همگی بر اساس یک سری نظریات مطرح توی فیزیک هستن که البته همشون در حد تئوری هستن و اثبات نشدن توی این تئوری که به فضای آنتیدزیتر معروفه جهان از سه قشا تشکیل شده یک قشا جهان ماست و دو قشای دیگه اون رو احاطه کردن که این دو فضا میدان گرانشی ما رو محدود به همین جهان ما میکنن ولی بیرون این دو قشا یه فضایی هست که هر ماجراجویی در بعد چهارم رو ممکن میکنه تو این فیلم اینجوری میگه که برای کشف ماهیت این ناهنجاری ها و توجیه نوع اثرگذاری گرانش توی این فضای چهار باید ماهیت گرانش کوانتومی شناخته بشه گرانش کوانتومی یکی از بزرگترین معماهای در حال حاضر فیزیکه که هنوز هیچ جوابی براش وجود نداره دانشمندا هست میزنن که جاهایی که میتونه به ما اطلاعاتی در مورد گرانش کوانتومی بده اون تکینگی در مرکز یک سیاه‌چاله است ولی چون وقتی که از افق رویداد سیاه‌چاله یعنی اون مرز سیاه‌چاله عبور می‌کنیم دیگه هیچ اطلاعاتی نمیتونه از اون به سمت ما برگرده بنابراین ما از بیرون سیاهچاله قاعدتا نمیتونیم هیچ گونه اطلاعاتی از اون تکینگی داخل سیاهچاله به دست بیاریم این چیزی بود که مورف در اواخر فیلم متوجه شد و بنابراین فهمید که اون معادله‌ای که دنبال حلش هستن و اون تئوری که باهاش میخوان اون سفینه رو از زمین بلند بکنن غیر قابل حل و هیچ وقت بهش دست نخواهند یافت ولی این دقیقا کاری بود که کوپر در نهایت انجام داد یعنی ورود به سیاهچاله و به دست بردن اون اطلاعات یکی از ایراداتی که همون اول کسایی که خیلی مطالعاتی در زمین سیاهچاله نداشتن از این فیلم گرفتن این بود که کوپر قبل از اینکه وارد سیاهچاله بشه باید در اثر نیروهای کشندی و گرانش اون سیاهچاله متلاشی میشد و به هیچ وجه نمی‌تونست که سالم وارد سیاهچاله بشه قضیه اینه که وقتی شما توی میدان گرانشی یک جسم هستید به پاهاتون نیروی بیشتری از سرتون وارد میشه ولی این اختلاف توی میدان گرانش ضعیف مثل گرانش زمین خیلی کمه و بنابراین حس نمیشه در یک میدان گرانشی خیلی خیلی قوی این اختلاف زیاد میشه و باید باعث بشه که نیروی وارد به پا خیلی بیشتر از نیروی وارد به سر بشه و این هم باعث کش اومدن و در نهایت متلاشی شدن جسم میشه به این پدیده اسپاگتیفیکیشن یا اثر اسپاگتی میگن که به خاطر اسمش بعضی فکر میکنن که در نزدیکی سیاهچله همه چیز تبدیل به ماکارونی میشه ولی دوتا تا توجیه مختلف وجود داره که از نظر علمی میشه با کمک اونها وارد سیاهچله شد یکی اینکه این, این نیروهای کشندی و این پدیده کش اومدن که بهش اسپاگیتفیکیشن میگن برای سیاه هایی که جرم معمولی دارن و چرخان نیستن قبل از ورود به اون افاق رویداد میتونه اتفاق بیفته ولی این سیاه چاله ای توی این فیلم یک سیاه چاله پر جن بود که با صورت خیلی زیادی در حال چرخیدن بود و برای این سیاه ها این نیروهای کشندی تا قبل از ورود به افق رویداد زیاد نیست و بنابراین بدون اینکه شما بخواید متلاشی بشید یا نیروی کشندی زیادی احساس بکنید میتونید وارد افق رویداد این سیاه ها بشید البته یک توجیه علمیتر و یه ذره پیشیده هم برای این قضیه وجود داره که اتفاقا نولان برای فیلمش از همین توجیه استفاده میکنه بعد از مطرح شدن تئوری سیاه اول فکر میکردن در وسط سیاه فقط یک تکینگی وجود داره ولی بعدها دو نوع تکیدگی دیگه هم از نتیجه محاسبات بیرون اومد وقتی یکی در حال سقوط به سمت سیاهچاله است به دلیل کند شدن زمان تمامی مواد دیگه که پشت سر اون شخص داره وارد سیاهچاله میشه در یک شعا فشرده میشه که بهش تکینگی تورم جرمی میگن بعد از مدتی اومدن حساب کردن دیدن برای چاله های پیرتر یک تکینگی دیگه در داخل افق رویداد وجود داره که ناشی از تجمع موادیه که قبلا وارد سیاهچاله شدن و بهش تکینگی ملایم میگن و نیروی کشندی یعنی همون اختلاف گرانش خیلی ناچیزی ایجاد میکنه و کسی که وارد سیاه‌چاله میشه میتونه از این نیرو جون سالم به در ببره به شرط اینکه با سرعت خیلی زیاد و نزدیک به نور وارد بشه که اون تکینگی تورم جرمی بهش نرسه برای همین هم راملی به کوپر میگه که ارگانچوی سیاه‌چاله چرخانه قدیمی تره این چیزی که بهش میگیم تکینگی ملایم ملایم واقعا که ملایم نیست ولی جاذبهش انقدر قویه که اگه یه چیزی با سرعت از افقش بگذره ممکنه سالم بمونه البته همه اینها از دید خود کوپره که داره وارد سیاهچاله میشه و یعنی از دید ناظر بیرونی هیچ چیزی وارد سیاهچاله نمیشه و همه چیز روی مرز سیاهچاله متوقف میشه که توی ویدیو قبلی مفصل در توضیح دادم از اینجا به بعد که کوپر وارد سیاهچاله میشه دیگه همه چیز ممکنه چون نظریات فیزیکی در داخل سیاهچاله میتونن به طور کلی متفاوت باشن اگر همین نظریات فعلی بخوان اونجا هم صادق باشن خب کوپر باید در نزدیکی تکینگی وسط سیاه به همون دلیل نیروی کشندی که اینجا دیگه خیلی زیاد میشه از هم متلاشی بشه ولی ما نمیدونیم که همین قوانین فیزیک های اونجا هم صادق یا نه در خود تکینگی مطمئنیم که این قوانین درست نیستن چون از نظر ریاضی جور در نمیان بنابراین از اینجا به بعد وارد جهان ذهنی کارگردان میشیم که دیگه هر قانون و پدیده میتونه درست باشه و دیگه کسی نمیتونه ایراد بگیره که فران قضیه علمی هست یا نه ظاهرا طبق تخیلات نولان قبل از تکینگی یک فضای چاربودی به اسم تسرکت وجود داره که توسط همونه که کرمچاله رو در نزدیکی زحل گذاشتن اونجا قرار داده شده و کوپر با قرارگیری در یکی از این وجوه این مکعب چاربودی با انتقال به اون فضای بعد چهارم آنتیدزیتری که خارج از جهان ما بود در یک آن به زمین منتقل میشه توی این فضا نور میتونه از زمین از طریق وجوه این تسرکت به کوپر برسه ولی برعکسش امکان نداره تا اینکه کوپر پی میبره که گرانش میتونه این مرز رو رد بکنه که البته این هم بر اساس یک تئوری به اسم کیهانشناسی قشاییه که میگه همه نیروهای بنیادین جز گرانش محدود به همین فضای سبودی ما هستن و فقط گرانشه که میتونه فراتر از این فضای سبودی اثر کنه اینجاست که کوپر با کمک رباتی که باهاش وارد سیاه چاله شده بود اطلاعات مربوط به گرانش کوانتومی رو به دست میاره و با کمک گرانش اون رو برای مورفی در گذشته میفرسته اون اینجا میفهمه در واقع خودش بوده که مختصات محل سازمان فضایی رو با هم های گرانشی برای خودش فرستاده بوده. دقت کنید که همه اینها بر اساس یک سری قوانین و تخیلاتیه که نولان بر اساس یک سری تهوری های فیزیکی که اثبات نشدن و هیچ شواهد تجربی ندارن وضع شده و هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. در نهایت اینکه کوپر چطوری از اون فضای چاربودی خارج میشه و به اون سفینه که از زمین بلند شده میرسه چیزیه که خود نولان هم نتونسته براش ایده ترک کنه و برای همین توی فیلم هیچ اشاره بهش نشده همه جا میگن کار اون موجوداتی بوده که از اول کرمچاله و این تسرک رو ساختن که بعضیا میگن اینها همون انسان هایی هستن که در آینده این کار رو انجام میدن در نهایت کوپر خودش رو داخل یک سفینه به شکل استوانه میبینه که با گرانش مصنوعی کار میکنه که برای خودش یک پدیده علمی جالب و قابل بررسیه که توی همون ویدیو گرانش مصنوعی بهش خواهم پرداخت امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید چون خودم از تعریف کردن این موضوعات علمی فیلم اینترستلار خیلی لذت میبرم برام توی کامنت ها بنویسید که دیگه دوست دارید در مورد چه چیزهایی توی فیلم اینترستلار صحبت بکنم منتظر نظراتتون هستم خدا نگهدار